تاریخ حافظه ملت‌ها و زبان و فرهنگ ستون استوار ماندگاری آنهاست. دکتر ناصر انقطاع دقیق‌ترین مسائل تاریخی ایران و پیچیده‌ترین موضوع‌های فرهنگی را با زبانی ساده و موشکافانه در 17 جلد کتاب‌های خود آورده است. پژوهشی درباره هفت سین، زندگی پرفراز و نشیب نادرشاه، روزهای آوارگی، بزرگمرد تاریخ ایران امیرکبیر، ابرقهرمان ایرانی بابک خرم‌الدین، 50 سال تاریخ کنونی ایران، تک و تاخت مغولان و دلاوری‌های جلال الدین خوارزمشاه، شیر و خورشید نشان 3000 ساله، در ژرفای واژه‌ها بخشی از نوشته‌های این پژوهشگر است. تلفن سفارش کتاب 661-254-87-57. دین که عالم به اجتهاد گرفت، دین که عالم به اجتهاد گرفت، از مرور زمان فساد گرفت. دین که عالم به اجتهاد گرفت، از مرور زمان فساد گرفت. پایه دین که بود بر سر عقل، دستکاری شد از تصرف نقل. دسته ای از پی دکانداری، فرقه ای از ره ریاکاری، هر غلط قول آسمانی شد، منحصر دین به روزخانی شد. هر غلط قول آسمانی شد، منحصر دین به روزخانی شد. سنگ آهن شفای عاجل کرد، نخل چوبین هزار معجز کرد. دین که با علم توأمان نبود، از خرافات در امان نبود. دین که با علم توأمان نبود، از خرافات در امان نبود. به نام خدای ایران و به نام ملت ایران و با درود به یکایک بینندگان ارجمند تلویزیون پارس، برنامه بشنویم، بیاندیشیم و بدانیم رو می آغازم. این برنامه فعلا روزهای چهارشنبه، یعنی برنامه های من به طور کلی روزهای چهارشنبه چهار پس از نیم روز به صورت زنده در گذرگاه تاریخ و تمام ساعت‌هایی هم که میگم به ساعت لس‌آنجلسه و روزهای پنجشنبه هفت بامداد بازپخش اون باز در گذرگاه تاریخ که با 6:30 بامداد ایران برابره و با 6:30 پس از نیم روز ایران برابره و همینطور با اروپا و امریکا رو و انگلستان رو خودتون حساب کنید. روزهای شنبه مثل همین امروز، پنج پس از نیم روز، برنامه زنده بشنویم بیاندیشیم بدانیم خواهد بود و یک شنبه 5:30 پس از نیم روز به زمان لس‌آنجلس بازپخش همین برنامه از تلویزیون پارس
پخش خواهد شد. بازم یادآوری میکنم که این برنامه ها به صورت موقت و زمانی هست و ممکن است دگرگونی هایی در اون داده بشه به علت جابجایی هایی که انجام میشه، و اگر چنین جابجایی هایی شد من خود در برنامه اعلام میکنم برای آگاهی شما بینندگان ارجمند. چند تلفن داشتم که مربوط به برنامه عقاب بود، پرسیده بودن ساعت‌های عقاب عوض شده و دگرگون شده و ما آگاهی کامل نداریم. من با تیمسار روحانی پیوند تلفنی برقرار کردم، ایشون گفتن فردا، یعنی روز یک شنبه، چون امروز شنبه است، اونهایی که بازپخش رو میشنوند اشتباه نکنن، روز یک شنبه فردا در زمینه برنامه‌های تلویزیونی گروه عقاب با شما سخن خواهند گفت یا به آگاهیتون خواهند رسوند. می‌رویم بر سر جستار اصلی، کیش شیعه. باز هم پیش از بس پرداختن به جستار امروز یادآور میشم که این زنجیره گفتارها هرگز و هرگز ضد دین نیست. من به چند دلیل به همه دینهای گیتی احترام میذارم و اونها رو بزرگ میدارم. یک، به دینهایی که در کشور خودمون رواست، هم میهنان من به اون باور دارند و پیروانی دارند. به همین انگیزه، به احترامی که برای هم میهنان قائلم، برای اون باورهای اونها همین احترام رو قائلم. و از سوی دیگر به علت اینکه دین یا باور دینی یک پیوندی است میان آفریده و آفریدگار، میان آفریده و آفریننده، میان آدمی و خداوند، این پیوند مستقیمه. بنابراین در این رابطه مستقیم نه نیازی به میانجیه، نه نیازی به متولی دینه، نه نیازی به رابطه، به هیچ چیز نیست. بر پایه باوری که همه دینها دارند، خداوند در بند بند و یاخته های پیکر آدمی وجود داره و آگاهه. به ژرفای اندیشه و خواست اونها آگاهه. متولی لازم نداری. و آخوند در این وسط خودشو انداخته وسط و متولی شده، و همین متولی بودن و میانجی بودن و حرص گردآوری مال باعث شده که همونطوری که گفتم دین که عالم به اجتهاد گرفت، از مرور زمان فساد گرفت. هر غلط قول آسمانی شد، منحصر دین به روزخانی شد. بر این پایه ما به خرافات وارد شده در کیش شیعه میپردازیم و جنگ ما جنگ با دین فروشیه، جنگ با خرافاته. و خرافات بجز دینه، نه تنها بجز دینه، بلکه تباه کننده دینه. باعث میشه که بیدین مسخره کنه یک دیندار ساده لوح رو. همینان اونهایی که میخواید به هر حال پیوندی با آفریننده خودتون داشته باشید، اونهایی که بیدینن بیدینن، ما با اونها بحثی نداریم. ولی با شما و با آخوندهایی که بیان شما رو با خرافات گمراه میکنند سخن داریم. دینی رو برگزینید، باورهایی رو داشته باشید که یک بیدین نتونه به شما بخنده. باوری رو داشته باشید، دینی رو داشته باشید که بر پایه خرد باشه. هر چیزی که خلاف خرد باشه اون تباه کننده باورهای شماست. ملاها از زود باوری شما، از کم دانشی بسیاری از هم میهنان، از ساده اندیشی شما
از پاکی قلب شما سوء استفاده میکنن و رفتارهای غیر منطقی و غیر علمی میدن به شما، براتون انجام میدن و دکانی باز میکنن برای فروش دین. البته چون جستار من امروز روی کیش شیعه است، من به ملاها و آخوندهای دینهای دیگر نمیپردازم و کار ندارم و اونها رو در مورد خودشون، کسانی هستن در کیشهای خودشون که در این باره رفتار میکنن و اونها رو هم فاش خواهند کرد. در هفته پیش گفتم که کیش شیعه از سوی ایرانیا بلا فاصله پس از درگذشت خلیفه چهارم علی فرزند ابی طالب در زمان معاویه پایه گرفت. انگیزه پایه گیری کیش شیعه چند چیز بود از نظر جامعه شناسی. یک، ایرانی ها خودشون رو متفکرتر از عرب ها می دونستن و به حق هم همینطور بود. اون همه کتاب، اون همه نوشته، اون همه اندیشه، اون همه پژوهش که پیش از اسلام در ایران بود به وسیله همین مردم، همین ملت درست شده بود. برخی میگن نه، ایرانی ها در اون موقع کتاب نداشتن. چطور همچی چیزی ممکنه؟ امپراتوری که از اسکندریه شروع میشه و تا پیشاور پاکستان دنبال میشه و سراسر این پهنه رو میگرفت، مگه میشه بدون دانشمند بوده باشه؟ مگه میشه بدون پژوهشگر باشه؟ مگه میشه بدون نظم باشه؟ زبانی رو که ما امروز داریم و ازش غافلیم، یکی از استوارترین زبان هاست. این زبان فرزند و نوه همون زبان هایی است که پدران ما در زمان هخامنشیان و پیش از آن با اون سخن میگفتن. در جستار زبان شناسی برید دقت کنید، از زبان شناس ها بپرسید، تمام زبان های آریای اروپایی فرزندان زبان فارسی و اندو ایرانیان هستند. حالا ما در بخش زبانشناسی نمیپردازیم و میپردازیم به این مسئله که ایرانی ها چون خودشون رو متفکرتر، اندیشمندتر از تازیان میدونستن، خرج خودشون رو میخواستن از اسلامی که تازی آورده بود جدا کنن. یک. دوم، عصبیت عربی، خوشگندیشی عربی، خشونت عربی، رفتارهای امویان با ایرانی ها باعث شد که ایرانی ها بیان یک پایه از دین اسلام رو از اون خودش، از اونها جدا کنن و اسم خودشون بذارن شیعه. شیعه یعنی پیرو علی ابن ابی طالب، که این رو در هفته گذشته توضیح دادم که نه واقعا به خاطر علی، همونطور که ضرب المثل است در عربی میگه لال حب علی بل بغض معاویه، به خاطر کینه ای که از معاویه داشتند اومدن گفتن ما پیرو علی هستیم. و خب این اونطوری که تمام پژوهشگران نوشتن کیشیست، سیاسی، میهنی و دینی. یعنی این سه صفت در کیش شیعه آغازین وجود داشته و رفته رفته آخوند اومد خودش انداخت وسط، شد متولی و رابط میان آدمیان و خداوند خودش قرار داد و خب بسیاری از ساده اندیشان هم دنبال اون رفتن، هرچند که به هر روی کسانی باید باشند که دین پژوه باشند، ولی دین پژوه وارسته، نه مفت خور، نه جیب بر. من به روشنی این نام رو میذارم، اینا جیب برن و براتون خواهم گفت چطوری. بر این پایه کیش شیعه رو از راه و روش راستین خودش به بیراه انداختم و بارها و بارها آنچه که در کیش شیعه بدعت گذاشتن به سود جیبشون بوده. یک، رفتار کنونی شیعیان، یک دستور کنونی ملاها وجود نداره مگر اینکه به جیب آخوند سرش وصل بشه. درباره درست کردن امام موهوم
امام دوازدهم و اینکه روحانیون خودشون رو نایب او میدانستند و میدانند تا او ظهور کند که هرگز هم ظهور نخواهد کرد چون چیزی نیست که ظهور کنه، اینا خودشون به خوبی میدونن. چندی پیش تو یک خبر خوندم که یک کسی ادعای امام زمانی کرد، عباس آقای احمدی نژاد گفته امام زمان میاد، یارو به هوس افتاده بگه منم، بعد اومدن بردنش نشوندن باهاش چهار تا سوال کردن این آیت الله و اینا، دیدن گفتن بکشینش، فتوای قتلش رو دادن. اینا میدونن که الان اگه یعنی به راستی هم چیزی وجود داشته باشه خب باید یه روز بیاد و دکان اینا تخته میشه، نمیذارن به فرض محال. بازم میگم چون معتقد هستم که چنین چیزی وجود نداره، اگرم وجود داشته باشه خود اون آقام بیاد اینا میکشنش چون دکانشون تخته میشه، ولی وجودی نداره و اینها میدونن. آقای گویا مصالحی باشه وزیر کشوری که آقای احمدی نژاد برگزیده و میگن میلیاردره، 600 و خورده میلیارد دلار پول داره، یا میلیون دلار یا 61 میلیارد دلار، یک همچی مقام مبلغی. در مجلس بهش ایراد گرفتن که آقا این همه ما فقیر داری، تو میلیاردری، اینقدر مبلغ پول داری چیکار میکنی؟ گفته اولا که این مبلغی که شما گفتید من خیلی بیشتر دارم، دوم مال من نیست آقا، اینا مال امام زمانه، من منتظرم امام زمان ظهور کنه همه رو تقدیمش کنم. حق بازی رو ببینید، اولا گفته دهن اونا رو بسته، گفته از این بیشتر دارم، منکر داشتی که اونا بیان به ثابت بکنن. دوم میدونه امام زمانی نیست، میگه اینا مال امام زمانه، هر وقت ظهور کنه من تقدیمش میکنم، خاطرش هم جمع هم چیزی وجود نداره که ظهور کنه. این حالا آقا کچلواریه، ولی به هر حال سیستم آخوندیه، سیستم فکری. و امروز امام زمان رو که من براتون ما هفته پیش دادم، امروز میپردازیم به یکی دو بدعت دیگری که آخوندها در دین گذاشتن و همونطور گفتم آخر سر میرسه به جیب گشاد اونها. میدونید که نماز و روزه از رفتارهای دینیه اسلامی، حالا یا شیعه یا اسلام سنی، همه نماز و روزه رو میگن. نخست بیاییم ببینیم که این دو واژه از نظر لغوی یعنی چی. نماز یک واژه فارسی است، از دو بخش نم و آز میاد، پسفند آز پسفند دارندگیه، مثل نیاز یعنی کسی که هیچی نداره، نیاز اون هیچ رو داره، هیچی داره در حقیقت یعنی هیچی نداره. و نماز یعنی وابسته به نمیدن، نمیدن فعل نمیدن الان ممکن در کار به کار نره، ولی در زبان پارسی میانی یعنی زمانی که اسلام آمد این فعل به کار میرفته، به معنی خم شدنه، کرنش کردنه، تعظیم کردنه. پس نماز یعنی کرنش کردن و خم شدن در برابر خداوند. روزه هم که روشنه، میگه در تمام مدتی که روزه این دهان رو میبنده و به عنوان عبادتی که برای خدا داره و سپاسی که به او میگه بهش نعمت داده، این نعمت رو مخصوصا نمیخوره که قدرش رو بدونه. حالا هزار یک دلیل دیگه هم میاره. به هر روی اون چه که مشخصه این دوتا نیایش و سپاس و ستایش و عبادت خداوندیه. هر کی این کار میکنه به عنوان عبادت خداوند این کار رو میکنه. پس خوانندگان نماز و گیرندگان روزه با خدای خودشون پیوند عبادتی و عبدی میپذیرن، عبد میشن برای خدا، بندگی میکنن برای خدا و از ته دل از نعمتهای او سپاسگزاری میکنن، یعنی از بن قلب و اندیشه خودشون سپاس خداوند رو بر جای میارن. با این تعریف نیایش و شکر و سپاس و حمد، همه اینها از درون اشخاص باید
ریشه بگیره. هر کسی باید خودش این کارو بکنه. نمیشه من نماز بخونم ثوابشو پای همسایه‌ام بنویسم. نمیشه. هر کسی خودش داره با خداوند خودش داره. مخصوصا من این گسترش میدم و توضیح میدم برای اینکه نتیجه‌ای که میخوام بگیرم روشن بشه. تا اینجای مسئله روشنه که نماز و روزه عبادته و هر کسی خودش باید انجام بده. حالا آخوند اومده از قول فلان و بهمان، ابن فلان و ابن فلان، ابو فلان و ابو بهمان، از قول اینا اومده روایت ساخته و میگه اگر کسی، خوب دقت کنید، اگر کسی درگذشت و در دوران زندگی و یا بخشی از دوران زندگیش نماز و روزه نخوانده بود یا شک دارید که خوانده، قطعا نمیدونید که خوانده، باید برای او، برای اینکه به دوزخ نره، براش نماز و روزه بخرید. لغت بخرید رو دقت کنید، براش نماز و روزه بخرید، یعنی نیایش و عبادت خریدنی شد. این همه من توضیح دادم که نیایش باید از درون قلب باشه، بنابراین خریدنی نیست. آخه چطور ممکنه یه نفر بمیره بیدینم باشه ولی بچه هاش مثلا دیندار باشن؟ حالا آخوند سرکلش پیدا میشه میگه آقا براش نماز روزه بخرید، از آتش دوزخ رهاش کنید. و این ساده اندیشان هم میخرن نماز رو بخرید. من نیایش کنم برای کسی دیگه ثواب شو ببره، خودش نخونده، حالا پول من میگیرم براش میخونم. خب بعدم میگن البته باید نماز روزه رو از یه آدمی که دین داره مثل آخوند بخرید. اینست که حالا برای هر نماز یا هر رکعت از یک نماز و یا هر روز 24 ساعتی برای نماز خوندن بیان و وارثان اون براش نماز بخرن. حالا ما میایم یک حساب خیلی ساده سرانگشتی میکنیم. یه آدم در سن معمولی، نه زیاد جوان نه زیاد پیر، یعنی در سن 70 سالگی در میگذره. 15 سال اول زندگیش که نماز روزه بهش واجب نبوده، پس اونو میذارن کنار. 55 سال این آقا از زمان بلوغ تا زمان مرگش به درازا کشیده، هر سال 365 روزه، هر روزی 5 نوبت باید نماز میخونده. بنابراین 365 رو ضرب در 5 میکنیم میشه 1825 نوبت نماز در یک سال. 1825 رو ضرب در 55 سال عمری که این بالغ بوده تا درگذشته میکنیم میشه 100375 نوبت نماز. حالا اگر آخونده رو پیداش کنی، حالا آخونده که پرن، تا بخوای به نماز بخونی 50 نفر میان، بخواین هر نوبت نماز رو به این آخوند به پول پوست پیازی امروز ایران که هیچی نمیازه 100 هزار تومن بخرید، یعنی 1 دلار برای نماز روزه این آدم 100,375,000 تومان باید به آخوند بدید. خدا برای برکت، آقا میگیره در 20 بچه پس میندازه. کارش ساده، اولا معلومی بخونه یا نخونه، اون میگه من میگیرم میخونم. حالا روزه جداست، روزه رو بخوای بخونی از اینم اضافه تر میشه. پس میبینید که چگونه آخوند راه مفخوردن رو پیدا میکنه. کجا میشه نماز و روزه خرید؟ خریدن نیایش معنی نداره، مگه نیایش خریدنیه؟ اینا دستگاه آفرینش رو هم مسخره کردن. یعنی واقعا در دستگاه آفرینش اینجور مشخص میکنن که آقا اونجا یک بانک خدا داره، هر کسی حساب با میکنه. حالا این آدم مرده، تو حسابش هیچ پول نیست چون نماز روزه نخونده دیگه. پس یه آدمی مثل آخوند که خدا خیلی قبولش داره
میاد و پول رو از وراس میگیره، میذاره تو جیب گشاد و دراز خودش و بعد نماز میخونه. و چون این آدم در نزد خداوند واقعا آدم خوبیه و نماز روزم خریدنیه، بنابراین این پولی که اینا میدن وراس میدن به این آقای مفتخور، یه سری میره تو حساب اون آدمی که نماز روزه نخونده، پس پولدار میشه. آخه این چه وحشیگریه، این چه ابله فریبیه، این چه ساده فریبیه، این چه حق بازی است که شما را انداختید. اینجاست که میگم کیشه رو کردن یک کیشه دریوزگی و مفت خوردم. حالا این رو شما ازشو چی میذارید؟ آیا جیب مردم کندن نیست؟ آیا جیب بری نیست؟ آیا از سادگی و ساده لوحی و خوشباوری گروهی که بدبختانه شمارشون هم فراوانه؟ در ایران که من بودم بسیاری از خانواده ها رو میشناختم دیگه، نسبتاً هم طبقه بالا و تحصیل کرده بودن نسبتاً. آقا ما میدیم هر کسی که میمیره همین نمون روز دوم سوم در گوشش ملای اونی که میاد مفخوری کنه، اونی که میاد سر خاک، حالا میگم که چه چیزایی در اون گوش اون میگه و بیهوده میگه، آقا نماز روزه براشون خریدین؟ این میت رو از آتش جهنم نجات بدی، به بهش بفرستینش. بنابراین مواظب نماز روزه ایشون باشید. و من دیدم که بسیاری از وارثان پولهای هنگفت میدن به این مفتخورها و میگه بله براشون نماز بخونیم. از کجا معلومه اون نماز بخونه؟ اصلا معتقد به این مسئله نی. اگه معتقد بود که نمیگفت نماز روزه و نیایش خدا رو میشه خرید. من در تمام عمرم قبول نداشته باشم این مسئله رو، نماز نخونده باشم، روزه نگرفته باشم، ولی آخونده بیاد بگه آقا به من پول بدید من میخونم، میره تو حساب ایشو. خیلی پر روی میخواد. و دقت کردید، دیدید هم اون امام زمان براشون نوندونی بود، چون گفته بود در حضرت امام فرمودن که وقتی من در میگذرم غیب میشم، روحانیون نایب های ما هستن. یادتون باشه بسیاری از همون خوشگندیشا و کمدانشان و زودباورا عکس خمینی چاپ کرده بودن، زیرش نوشته بودن حضرت آیت العظما نایب الامام خمینی. منظور نایب الامام، اینم میگن، این آقای خامنه ای هم میگن نایب الامام، نایب الامام. چرا؟ برای که اینو تو گوش مردم میخوان بکنن که آقا ما جانشین حضرت امام دوازدهم هستیم و این امام دوازدهم وقتی ظهور کنه ما کشور رو تقدیمش میکنیم. عجب کشور تقدیم. خودتونم میدونید دروغ دارید میگید، خودتونم میدونید این یاوست، خودتون میدونید این موهومه. اوکی، خب من میخوام میرم. میگن این رو خداوند غیب کرد برای اینکه نکنه خلیفه بکشتش. آقا پیغمبر خدا در جنگ احد سنگ خورد، دندان شکست. چرا خدا اون سنگ رو دستگل نکرد؟ برای اینکه ناموس خدایی، ناموس طبیعت عوض شدنی نیست. سنگ سرشت شکستنه و دندان سرشت شکسته شدن. حالا دندان پیغمبر میخواد باشه، باشه، پرتاب کننده یک کافر میخواد باشه. اونقدر این سنگ ضربه عجیب بود به صورت محمد که افتاد، خیال کردن در گذشته، خیال کردن مرده. حالا چرا خدا اونجا این کار نکرد؟ علی وقتی رفت مسجد به وسیله ابن ملجم که یکی از خوارج بود، با یک ضربه شمشیر کشته شد. چرا خدا علی رو غیب نکرد؟ آیین ملاها، سازندگان امام زمان، چرا علی غیب نشد؟ چرا حسین غیب نشد؟ چرا اونا رو غیب نکردن؟ امام موسی کاظم میگن 27 سال تو زندان هارون بوده، چرا اونو غیبش نکردن؟ اینا یاوست، اینا پرت و پلاست، اینا بدعت در دینی، اینا مردم فریبیه، نادان فریبیه. چرا؟ چون ایرانی ها سهم امام میدادن، یعنی پول میدادن به اون نایبان امام ها که عرب ها اون پولا رو نخورن، ایرانی ها بخورن، چون نایبا همشون ایرانی بودن.
وقتی دیدن امام حسن عسکری عقیمه، اینو ساختن و بعدا از غورش گفتن که روحانیون نایبه های من هستن، سهم من رو، سهم امام رو بده. در هیچ جای قانون، در هیچ جای قرآن، در هیچ جای دستور، در هیچ جا ننوشته که سهم امام بدی. اصلا قرآن امامت رو قبول نداره که سهم براش تعیین کنی. اینو آخوند اومده بدعت گذاشته تو کار برای که استفاده بکنه. از اتاق فرمان اشاره میکنن گویا باید یه آگهی پخش بشه. برمیگردم، در پیشگاه شما هست. تاریخ حافظه ملت ها و زبان و فرهنگ ستون استوار ماندگاری آنهاست. دکتر ناصر انقطاع دقیق ترین مسائل تاریخی ایران و پیچیده ترین موضوعهای فرهنگی را با زبانی ساده و موشکافانه در 17 جلد کتابهای خود آورده است. پژوهشی درباره هفت سین، زندگی پرفراز و نشیب نادرشاه، روزهای آوارگی، بزرگ مرد تاریخ ایران امیرکبیر، ابرقهرمان ایرانی بابک خرمدین، 50 سال تاریخ کنونی ایران، تک و تاخت مغولان و دلاوری های جلال الدین خوارزمشاه، شیر و خورشید نشان 3000 ساله، در ژرفای واژه ها بخشی از نوشته های این پژوهشگر است. تلفن سفارش کتاب 661-254-87-57. بله، من توضیح در این زمینه بدم. بسیاری از هممیهنان زنگ میزنن و پرسش دارن یا کتاب میخوان. گهگاه پرسش هایی درباره زبان دارن، گهگاه درباره تاریخ دارن، گهگاه درباره دین دارن، گهگاه هم کتاب میخوان. ولی شماره تلفن، وقتی ما نباشیم، در خانه نباشیم، شماره تلفن نمیگذارن، فراموش میکنن. این بعد نه پاسخ خودشون میگیرن، نه اینکه خیال میکنن که ما توجه بهشون داریم. نه، ما توجه داریم. لطف کنید اگر پرسشی هست، اگر کتابی میخواید، اگر هر چی هست و نیاز هست که من پاسختون بدم و نیستم در خانه، شماره تلفن بگذارید. من به محض آگاهی با شما پیوند تلفنی رو برقرار میکنم. و اینم در مورد مسئله خرید و فروش عبادت. اگر زمانی هم بود، من از سامان جان خواهش میکنم که تلفن استودیو رو هم بذارن که پرسشی باشه من پاسخ بدم. البته الان نه، برای اینکه مطلب من هنوز مانده، ولی خوشبختانه هنوز وقت هم داریم. سومین بدعت مسخره آخوندها در کیش شیعه، مسئله درهای بهشته. خوب دقت کنید، آخوند اومده یه باور مسخره دیگه رو در میان ساده اندیشان و کم دانشان و خشک‌اندیشان روا کرده و میگه اگر کسی درگذشت، پیکر اون رو به قم یا مشهد یا نجف یا کربلا یا سامره یا و یا کاظمین، و اگر به اینجاها دسترسی نداشتید، در یک امامزاده دفن کنید. چرا؟ چون باز ابو فلان از قول ابن فلان، اون یکی از قول فلان، اون یکی از قول امام فلان گفته که هفت در بهشت، چون میگن بهشت هفت در داره، هفت در بهشت تو این هفت شهر باز میشه. یعنی موسیگری رو نگاه کنید، این شهرهایی که توش آخونده، این شهرهایی که تو دورور این آرامشگاه های امام ها مفخرد همینطوری میلوله به نام خادم و متولی و غیره و غیره و شیخ و شیخک و اینا، برای اینکه اینا به نون و نوایی برسن اومدن جعل کردن که بهشت هفت درش در این شهر آباز میشه. پرسش اینه، اولا تو از کجا میدونی بهش هفت و در داره؟ بعدم از کجا معلومه بهش در روی کره زمینه؟
که دراش تو این شهر باز میشه. بعدم مگه بهش سینما دیاناست؟ مگه بهش سینما البرزه؟ مگه بهش سینما آتلانتیکه که از اون لاماها ها دروا شد بدوی بری تو؟ اگه تو میگی که هر کسی کار بد بکنه میره تو دوزخ، حسابرسی میشه، نمیدونم پوله سراد مثل یه موه اینا، پا دیگه هفته رو بهش هرچه میخواد واسشه. اصلا یه آدم نیکوکار بمیدونیش تو کویر لوت. اگر واقعا بهشتی باشه میره به جای شایستشه، نه اینکه هر دوز و دقل و غیره وقتی میمیره وصیت کنه من رو ببرین قم، من رو ببرین نمیدونم مشهد یا کربلا. مسخره میکنید شما دستگاه آفرینشو؟ وقتی در قرآن میگه فمن یعمل مثقال خیرا یره، فمن یعمل مثقال ذره شرا یره، اگه بنزه یک مورچه کار خوب بکنید حساب میشه، بنزه یک مورچه هم کار بد بکنید حساب میشه. بنابراین چه فرقی میکنه کجا خاک بشن؟ نه، در بهش اونجا وا میشه، تا وا شد اینا میتونن برن تو بهش. چقدر یاوه، چقدر یاوه. و مسلمه آدم های ساده اندیش به هر بدبختی و قرضغوله‌ای که هست میخوان پیکرشون رو وصیت میکنن فلانجا ببرن، برای اینکه آخون میخواد در اونجا متولی، ملا، خادم، مد، شیخ، شیخک، مفخر از این بازار پر رونق سود ببره. اگر هر کسی مرده رو هر جا میخواد خاک بکنه، اگر نمیدونم کسی نماز خوند پاش حساب شه، نخوند نشه دیگه، خرید و فروش نباشه، اگه مسئله سهم امامی نباشه دیگه، آخوند میمیره از گرسنگی که. پس اینا رو میسازه که بمونه. بچه پس بندازه پول بگیره، نماز بگیره، برای 55 سال در دوازت جوجه شیخ درست کنه. و اما سومین سومین یاوهی که آخون ساخته مسئله تلقینه. یعنی چی؟ آخون میگه اگر مردی یا زنی درگذشت، مرد، موقعی که این رو میخواین به خاک بسپارید در گوشش تلقین کنید و نام 12 امامش رو بهش یاد بدید که زمانی که از سر پل صراط رد میشه و ازش میپرسن 12 امامت کیه، انگار فقط اسلام یعنی 12 امام، این جواب بده و رد شه. در گوش مرده خوب دقت کنید. پاسخ اینه: اگه این آدم در زندگیش شیعه بود، حالا با ایمانش درست یا غلط ما کاری نداریم، و 12 امام رو میشناخت، تو دیگه چی میگی؟ آخوند سر قبر این دارم چالش میکنم که میدونسته دیگه، تو زندگیش میدونسته، تو مردگیش بخوای یادش بدی؟ دو، اگه این مرده اصلا نبود شیعه یا نرفته بود دنبال 12 امام، فقط مسلمان زاده بود، زمان زندگیش نمیدونسته، زمان مردنش تو در گوشش داری میخونی؟ حالا به فرض اینی که تو برای خاطر چندرغازی که میگیری میخوای که یه چیز پرت و پلایی در گوشیم بگی، به فرض این که گفتی و این آدم این 12 نام رو فهمید، آیا همه چیز دین، اسلام، شیعه، اعتقاد به جهان دیگر، اعتقاد به خدا تو همین 12 امام دونسته حله؟ این آقا اگه این 12 امام رو نامشون رو بدونه دیگه
اگه مال مردم رو خورده باشه، نمیدونم به ناموس مردم چشم ناپاک داشته باشه، حق دیگران رو پامال کرده باشه، هزاران نامردی، گناه و بزه و اعمال چندشاور انجام داده باشه، چون این 12 امام رو میدونه پس میره تو بهش. همه این مسائل نیست که این مفخورای تو قبرستون اینا، این شیخ حکا اینا به یه نون و نوا برسن. آیا واقعا شما مسلمانی؟ ملاها، آخوندا، شیخ حکا یا جیب بوری؟ من امروز به همین سه نکته بسنده می کنم. از سامان جان می خوام که خطها رو باز بکنن اگر برسیم و پاسخ بدین، و در برنامه های آینده ناهنجاری های دیگری هستن که حالا هستن، از این دستورها زیاد دادن که به جیب خودشون وصل میشه و مردم رو از خرد راستین به دور افکندن. روانشاد، پژوهشگر، دانشمند کسروی گفت آقا اینی که آخوندها ساختن فقط مفخوری و نوندونیه، اصلا با هیچ چیشون به عقل درست در نمیاد، همه چیزشون بر پایه یک باور بیهوده است و رو اون باور بیهوده ساختمان ساختن. چون دیدن داره دکونشون میبنده، کشتنش برای اینکه نمیخواستن دکانشون تخته بشه. پس نگذارید هم میهنانتون از عقل راستین به دور بیفتن. فردوسی میگه به نام خداوند جان و خرد، کزان برتر اندیشه بر نگذرد. الو بفرمایید. درود بر شما جناب دکتر انقطاع. درود بر شما. عرض کنم در تایید فرمایش حضرت عالی، بنده بعد از اینکه مادر من روانشاد شد و در جمع خانواده نشستیم، خانواده بسیار خرافی زده، ما بنده به خصوص خواهر بزرگترم، همین مطلب خرید نماز و روزه رو مطرح کردن. بله. بنده این استدلال جنابالی رو در اون موقع برای ایشون کردم و ایشون گفتن نه اصلا حتما مادر خب میدونه زمانی که سالم بود خودش نماز و روزه شو داشت، ولی زمانی که مریض شد رو متعهدیم. گفتم بسیار خوب، حالا که متعهدیم من فکر میکنم بهتر از این نظر شما برای انجام نظر شما من یه راه حلی دارم. گفتن چیه؟ گفتم چند سال میخواییم برایشون نماز و روزه بخریم؟ گفتن 10 سال. گفتم بسیار خوب، ما 5 تا فرزند هستیم، بیایم هر کدوم از ما فرزندان مقید بشیم سالی هر نفر 2 سال برای این مادر نماز و روزه بخونیم. با تعصب ایشون گفتن شما که نمیشه، باید یه آدمی کامل بتونه این کار انجام بده. گفتم بسیار خوب، من نمیشه، شما چطور؟ گفتن که نه منم نمیتونم، من باید بدیم که به یه آدمی که کامل. گفتم پس بنابر استدلال حضرت عالی تمام نماز روزه‌ای که شما در این مدت داری میخونی باطله. باطله. خاطر اینکه وقتی شما نمیتوانید از طرف مادر یه همچین وظیفه‌ای رو بر عهده بگیرید، مال خودتون هم باطله. پس بنابراین این سلسله خرافی باید ادامه پیدا کنه. ولی من قصدم از این بیان این هستش که اگر شما خودت رو مقید کنی و بنده مقید کنم و به استدلال شما که اگر من و تو نماز بخونیم به حساب ایشون گذاشته میشه، و دقیقا گفتم برعکس همین آیه فمن مثقال یعمل مثقال ذره خیرا یره عمل بکنیم، این حسنو داره که حداقل روزی 5 بار من و شما به یاد پدر مادر خواهیم بود، و اگر یه خودم سست عقیده هستیم به این صورت تقویت میشه. بیایم به جای این پولی که بابت این کار میخواییم بدیم، این پولم بدیم به یک بیمار بی بضاعت که این کار رو بکنه. و من فکر میکنم اگه حضرت عالی در مورد این پیشنهاد مطرح کنی، شاید یک کدوم از دکونای اینا رو بسید که خب حالا کسایی که به این امر معتقدن خودشون متعهد انجام این کار بشن، بدون اینی که بله. این چیز نیاز به پرداخت پولی باخون باشه. سپاسگزارم از توجهتون. شب روزتون خوش. روزتون خوش. بینندگان عزیزم، همه خطا پر شده، من بیش از 6 دقیقه وقت ندارم. یه توضیح در زمینه سخن این هممیهن ارجمند آگاه هم بدم، و اون این است که البته واقعا از نظر منطقی اگر کسی در بگذره و فرزندان صالحی
به اجتماع تحویل داده باشه و اون فرزندان کارهای خیر کنن به آدمهای مستمند، نه آخوند مفخور، به آدمهای مستمند با آبرو کمک کنن، مدرسه‌ای بنا کنن، یک بیسوادی رو دانشمند کنن، خرج تحصیل یک جوان رو بدن که او بره دانشمند شه و گیر آخوندها نیفتاده، اگر جهان دیگری باشه مسلماً پای اون شخص نوشته میشه. الو بفرمایید. سلام علیکم. درود بر شما. خسته نباشید. سپاسگزارم. بفرمایید، دو دقیقه وقت دارید برای گفتگو، من حاضرم بشنم. انقطاع من صرفاً به این دلیل که بفرمایید از فرمایشات شما به عنوان سند ممکن استفاده بشه. بله. این صحبتی که راجع به ثروت این مردک محصولی کردید یک بار دیگه خواهش میکنم. گفتم من نمیدونم، یه مبلغ میلیارددری رو گفتن. نه ایشون 160 میلیارد نوشتن، منم 610 میلیارد هم من دیدم. 160 میلیارد تومان نوشته. بله. آقا بین 600 میلیارد دلار به عقل اینا جور در نمیاد. بله. نمیدونم بشمونم چی پولیه. تبدیل، بله تبدیل کردم. بعد تازه آقا گفته بیشتره. وقتی اونجا بهش گفتن گفته آقا خیلی ثروت من بیشتر از اینه. این که جای مذاکرات مجلس هست فقط چون بله بفرمایید. الو من عرض کردم چون فرمایشات شما رو به عنوان سند بله. ممکنه جایی استفاده بشه. بله چشم. این هم تشکر خواهشم اعداد رو مثال در ضمن بحث دیگری که میخواستم خدمتتون عرض کنم، دیشب شب گذشته ای کاش نگاه میکردید به تلویزیون سلام و مسئله دفن کردن حضرت فاطمه رو میدیدید. اون وقتی فوت کردن حسن و حسین میان دستشو میرن رو سینه، دستش زنده میشه دوباره. بله بله بله. این آخونده داشت میگفت دیشب. بله اینا آخه ببینید اینا اصلا دنبال محور عقلی نمیگردن. اینا میخوان فقط یک گروهی رو و به اصطلاح مرید خودشون بکنن و دنبال خودشون بکشن و بدبختانه به قول ایرج میرزا دکان عوام فریبی اینا همیشه باز. باید مردم رو آگاه کرد. ما ها یه وظیفه‌ای داریم قربان. من اگر شما فقط اجازه بفرمایید چند لحظه. بله. این صحبت های دیشب این بنده خدا رو شما ضبط میکنید و الان نشون میدهید صحبتاتون. والا اینا بنده شیطان هم زهک این مردک. بله چشم، این بار این کار میکنیم. برای من میفرستن، ایمیل میکنن، بعضی چیزا بسیار جالبه. اینه که اگر یکی از روش هایی که اتخاذ بفرمایید و شروع کنید همین چیزا رو اینا رو پخش کنید، دائما پخش کنید برای مردم. حتما این کار میکنیم. این خیلی کمک میکنه. با تشکر. خدا نگهدار. سپاسگزارم. شب و روزتون خوش. یک تلفن دیگر میگیریم. الو بفرمایید. های دکتر نا انقطاع. بفرمایید. درود بر شما. درود بر شما. من تو امان خسته نباشید میگم به خاطر روشنگری های خواهش میکنم شما. و یک پرسشی که من داشتم اینه که آرش واژه پان ایرانیسم چیست؟ بله. اگر براتون امکان داره حتما میگم همکنو. خیلی متشکرم. خواهش میکنم. سپاسگزارم. ببینید گروهی که در بعد از سال 1325 جوانان پرشوری جمع شدن، مرکزشون در دانشگاه و مدرسه البرز بود، گفتن این کشوری که الان ما داریم در دوران قاجاریه به ویژه تکه های فراوانی از اون رو بریدند و ازش بخش های جدا کردن، مثل تاجیکستان، مثل بلوچستانی که الان در پاکستانه، مانند افغانستان، قفقاز و بخش های دیگری که از ایران جدا شده و هر کشور یکیشون کشور مستقل هم. چون ما تا شمال مرو و بخارا و اینها جز سرزمین ما بود، الان فارسی سخن میگن اصلا. آمدند گفتند که ما معتقدیم پشت درهای بسته نشستن و ملت‌ها رو تیکه پاره کردن رو قبول نداریم. یعنی با سد سکندر هم نمیشه بین یک ایرانی این ور رود هیرمند و یک افغان اون ور رود هیرمند ارتباط رو قطع کرد. اینها دارای فرهنگ یکسان هستن، زبان یکسان، زندگی یکسان و باور یکسان. حالا کردن، بزرگ کردن. ما میگیم به گوش مردم باید خونده بشه که آقا اینا مال شما. مگه در
33 سال پیش بحرین رو جدا نکردن. آیا بحرین که جدا شد عرب شد؟ همشون ایرانی هست. بنابراین آمدن تشکیلاتی درست کردن نه به نام حزب. این حزب رو بعد از 28 مرداد سازمان امنیت برداشت آلوده کرد و به نام حزب پانیرانیست درست کرد که اون اصلا ماها در زندان بودیم، اونا وکیل مجلس هم شدن از طرف ساواک. به هر حال ما گفتیم که پیرو پان ایرانیست هستیم. پان یعنی مجموع، مثل میگن پان، مثلا پان ویتامینیسم، همه مجموع ویتامین ها. در فارسی در فرهنگستان که ما بودیم، روانشاد دکتر گلگلاب گفت پان در اصل بگید پهن ایرانیست، یعنی ایران پهن، ایران گسترده رو ما میخواییم. بنابراین چون پان به معنی مجموع هستن، به نام اتحاد، به نام پیوستگی هستن و این لغت یونانیه، آقای دکتر گفت به جای اون پهن بذارید، هم شبیه پانه و همینم منظور رو میرسونه. و به محض این که این جنبش شروع شد، سه جنبش بزرگ مخالفت کردن باش به صورت خونین. یکی پان عربیسم بود و یکی پان اسلامیسم بود و یکی پان ترکیسم که آقای امام 13 خمینی جزء اون پان اسلامیستا بود، عضو اخوان المسلمین بود و دشمن پان ایرانیستا بود. اصلا گفت در سومین سخنرانیش گفت اینا ملحدن، یعنی باید کشتشون و بالاخره هم فروه رو کشتن. این پاسخ هم میهن ارجمند. زمان ما در اینجا به پایان رسید. فقط در آخرین لحظه میگم از کیش ملی، مذهبی، ملی، دینی و سیاسی شیعه یک دکان دریوزگی به وسیله آخوند ساخته شد. روز و روزگار بر شما خوش، تا درودی دیگر بدرود. با سپاس از سامان ارجمند در اتاق فرمان، همگی رو به خدای بزرگ میسپارم. پاینده ایران. تاریخ حافظه ملت‌ها و زبان و فرهنگ ستون استوار ماندگاری آنهاست. دکتر ناصر انقطاع دقیق‌ترین مسائل تاریخی ایران و پیچیده‌ترین موضوع‌های فرهنگی را با زبانی ساده و موشکافانه در 17 جلد کتاب‌های خود آورده است. پژوهشی درباره هفت سین، زندگی پرفراز و نشیب نادرشاه، روزهای آوارگی، بزرگمرد تاریخ ایران امیر کبیر، ابرقهرمان ایرانی بابک خرمدین، 50 سال تاریخ کنونی ایران، تک و تاخت مغولان و دلاوری های جلال الدین خوارزمشاه، شیر و خورشید نشان 3000 ساله، در جرفای واژه‌ها بخشی از نوشته های این پژوهشگر است. تلفن سفارش کتاب 661 254 87 57.